اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. ساعت 3:30 بامداد در لندن، 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از اذعان مقام‌های کاخ سفید به کمبود کیت آزمایشگاهی برای شناسایی ویروس کرونا در آمریکا. در ایران مقام‌ها برای کنترل شیوع ویروس کرونا تردد میان شهرهای بزرگ را محدود کرده و از مردم خواستند از سفر پرهیز کنند. و بریتانیا هم شاهد اولین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا بوده. در ادامه برنامه میشنویم از برقراری آتش‌بس در استان ادلب سوریه بعد از توافقی که میان مسکو و آنکارا به امضا رسید و همزمان با ادامه فشار آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ایران برای دسترسی بازرسان آژانس به 3 سایت مشکوک به ارتباط با فعالیت‌های اتمی اعلام نشده، ایران تأکید می‌کند اجازه چنین کاری را نخواهد داد. در گفتگویی تحلیلی پیامدهای این اختلاف را بررسی می‌کنیم. فعلا مشروع خبرها از مینا جوشقانی. سلام و صبح بخیر. رئیس سازمان جهانی بهداشت از نحوه مواجهه بعضی دولت‌های جهان در مقابله با ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته اقدامات این کشورها متناسب با وخامت اوضاع نبوده است. در منطقه خاورمیانه اسرائیل و مقامات فلسطینی پس از تایید 7 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیت الله این شهر را قرنطینه کردند. در ایتالیا و ایالت کالیفرنیای آمریکا هم به علت شیوع ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام شده. در بریتانیا روز پنجشنبه اولین فوت ناشی از ابتلا به کرونا ثبت شد. در ایران برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال تعطیل شدند. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از مردم خواسته از مسافرت پرهیز کنند و از اعمال محدودیت تردد میان شهرهای بزرگ خبر داده. ما نیاز داریم که حداقل مراودات و سفرهای شهری و ترددهای بین شهری حداقل 60% کاهش پیدا کنه، به 2/3 به 1/3 میزان قبلی برسه و قطعاً اگر این اتفاق بیفته اون روز ما میتونیم از کنترل بیماری، از مهار بیماری به تدریج صحبت کنیم. وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز پنجشنبه 3513 نفر و قربانیان آن را 107 نفر اعلام کرده. گفته شده در میان قربانیان جدید این بیماری حسین شیخ الاسلام، سفیر پیشین ایران در سوریه و علی خلفی، معاون رئیس قوه قضاییه قرار دارند. الیزابت وارن، سناتور اهل ماساچوست و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب کناره‌گیری کرد. سناتور وارن بعد از آن از رقابت‌ها خارج می‌شود که در هیچ یک از 17 ایالتی که تاکنون رأی‌گیری کردند به نتیجه مطلوبی نرسید. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. سناتور وارن که برای مدتی در نظرسنجی‌ها پیشتاز بود، بعد از شکست در ایالت خود ماساچوست کناره‌گیری می‌کند. او که با ارائه طرح‌های جامع برای حل مسائل مختلف مورد توجه قرار گرفته بود، نهایتاً رقابت برای جلب نظر جناح چپتر حزب خود را به برنی سندرز واگذار کرد. بعد از رأی‌گیری 14 ایالت در روز سه‌شنبه، مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیویورک هم از رقابت‌ها کنار کشیده بود. آقای بلومبرگ از نامزدی جو بایدن حمایت کرده، اما خانم وارن هنوز از هیچ نامزدی پشتیبانی نکرده است. و دانشمندان میگویند اروپا گرمترین زمستان ثبت شده در تاریخ را سپری میکند. داده‌های ماهواره کوپرنیک نشان می‌دهد میانگین دمای هوا در ماه‌های دسامبر تا فوریه زمستان امسال در مقایسه با آخرین دمای ثبت شده در زمان مشابه 1.4 درجه و در مقایسه با 10 سال پیش 3.4 درجه افزایش داشته است. سلام و صبح بخیر به چشم‌انداز بامدادی جمعه 16 اسفند برابر با 6 مارس، خوش آمدید. برنامه را با مرور تازه‌ترین خبرهای مربوط به بحران جهانی شیوع ویروس کرونا شروع می‌کنیم. همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا در سواحل شرقی و غربی آمریکا، مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که این کشور از تعداد کیت آزمایشگاهی لازم برای شناسایی موارد ابتلا به ویروس کرونا برخوردار نیست. در همین حال کنگره آمریکا بودجه‌ای 8.3 میلیارد دلاری را برای کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا تصویب کرده.
در سایر نقاط جهانم تلاش برای مهار گسترش شیوع ویروس ادامه دارد. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی تصمیم گرفتند که شهر بیت لحم را که 7 نفر آنجا به کرونا مبتلا شدند در قرنطینه قرار بدهند. ایتالیا اعلام کرده که آمار تلفات تایید شده ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 147 نفر رسیده و در بریتانیا هم اولین مورد مرگ ناشی از این ویروس گزارش شده. در ایران هم اعلام شده که تردد میان برخی مناطق محدود می شود. پیش از شنیدن جزئیات اخبار مربوط به ایران، نگاهی به تحولات بین المللی داریم. سینا علی نژاد همکارم که این اخبار رو دنبال کرده با ماست. سینا سلام، از آمریکا شروع کنیم. تازه ترین خبرها چه هست؟ سلام جلال. بله، اول به آمارها اشاره کنم که آمار ابتلا روز پنجشنبه آخرینش 200 مورد اعلام شد و تعداد مرگ هم 12 مورد که به غیر از یکی همه در ایالت واشنگتن در شمال غربی این کشور اتفاق افتاده. 9 موردش مربوط به یک سرای سالمندانه که در حومی شهر بزرگ سیاتل قرار داشتن و در مجموع آمار ابتلا در واشنگتن از همه جا بیشتر 70 مورد که اونجا وضعیت اسرائیل هم قبلا اعلام شده و در شهر سیاتل که پایگاه شرکت‌های بزرگی مثل آمازون و مایکروسافت هست، بعضی از این شرکت‌ها از کارمندانشون خواستن که از خونه کار کنن یا بخشی از فعالیت‌هاشون رو به کلی تعلیق کردن که نشونی عمق نگرانی از این ماجراست. اشاره کردی به موضوع کیت‌های آزمایشی، در حالی که کارشناسان میگن الان به نظر میرسه که بیماری داره در سطح جمعیت به طور نامحسوس منتشر میشه و امکان شناساییش سخت شده. مقام ها گفتن آقای پنس، مایک پنس، معاون رئیس جمهور که مسئول گروهی شده که مبارزه میکنه با مدیریت بیماری هست، گفت 1 میلیون کیتی که دولت خورداده بود تا آخر هفته امکان توزیعش وجود نخواهد داشت. هیچ آمار مشخصی اعلام نشد که چه تعداد میتونن اعلام بکنن. البته آقای ترامپ در مقابل انتقادها دفاع کرده از عملکرد دولت، مثل اون تدابیری که گذاشته برای ممانعت از ورود مسافران از چین، یعنی کسانی که در 2 هفته اخیر در این کشور بودن یا در ایران بودن. ولی کنگره همونطور که گفتی 8 میلیارد دلار رو خیلی سریع در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 2 مجلس تصویب کرد. موضوع دیگری که جلب توجه کرده و آقای پنس هم اشاره کرد و گفت مهمترین نگرانی دولت در حال حاضر هست، کشتی تفریحی است که در نزدیکی سان فرانسیسکو لنگر انداخته و مقام‌ها نمیذارن که مسافرانش پیاده بشن، چون به نظر میرسه 20-30 مورد حداقل مشکوک به ابتلا در میان مسافرانی که حدود 3500 نفر هستند وجود داشته باشه. هرچند که روز پنجشنبه با یک هلیکوپتری تعداد کیت آزمایشی به اونجا فرستاده شد. و در جنبه‌های اقتصادی هم من بگم که بار دیگه روز پنجشنبه بعد از یک روزی که بازارها تثبیت شده بود، دوباره بازار بورس مهم نیویورک حدود 3% افت کرد که خیلی شدیده برای یک روز، و این وسط شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی بیشتر آسیب رو دیدن. و در سایر نقاط جهان هم این بحران همچنان ادامه داره. بله درسته، در مثلا در ایتالیا 40 مورد آمار تلفات بالا رفته، به 148 مورد رسیده، آمار ابتلا به 3300 مورد رسیده. در فرانسه بیش از 400 نفر الان مبتلا هستن که باعث شده اتحادیه اروپا جلسه هفته آینده‌اش رو از استراسبورگ فرانسه به بروکسل منتقل بکنه. همونطوری که گفتین در خاورمیانه اسرائیل و تشکیلات خودگردان فرستی بیت لحم رو به کلی قرنطینه کردن تا اطلاع ثانوی بعد از 7 مورد ابتلا در اونجا. و کرانی باختری هم وضعیت اسرائیل اعلام شده برای حدود 1 ماه. در هند 30 مورد ابتلا برای اولین بار گزارش شده که مقام های دهلی رو واداشته که کلیه مدارس این شهر رو که 2 میلیون دانش آموز داره رو تا آخر ماه مارس ببندن. و از طرف دیگه در بریتانیا گفتی اولین مورد مرگ بیماری منتشر شد خبرش و آمار ابتلا هم به 116 نفر رسیده. و از طرف دیگه تدروس گبریسوس که مدیر سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه گلایه کرد که بعضی کشورها جدی نگرفتن مهار این بیماری رو، هرچند گفت نقاط امیدی مثل کره جنوبی وجود داره که تا حدودی تدابیرش موفق به جلوگیری از گسترش شده. ولی می‌دونیم که پیشتر حداقل سازمان صندوق بین‌المللی پول 50 میلیارد دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده بود. ممنون از همکارم سینا علی نژاد. بعد از شنیدن اخبار جهانی مربوط به شیوع ویروس کرونا، حالا توجهمون رو به ایران معطوف می‌کنیم.
دولت ایران در تلاش برای مهار ویروس کرونا تردد میان شهرهای بزرگ را محدود کرده و از مردم خواسته است از سفر پرهیز کنند. مدارس و دانشگاه‌های ایران هم تا پایان سال تعطیل شدند. همزمان دو مقام دیگر ایران به جمع قربانیان ویروس کرونا پیوستند. حسین شیخ الاسلام، سفیر سابق ایران در سوریه و علی خلفی، معاون ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هر دو بر اثر بیماری کووید 19 که ناشی از ابتلا به ویروس کرونا است درگذشتند. همچنین گزارش شده که فاطمه رهبر نماینده مجلس این کشور هم که چند روز پیش تست کرونا او مثبت اعلام شده بود به کما رفته است. باران عباسی گزارش می‌دهد. تجمع بیرون داروخانه‌ای در رشت. ما خانواده‌مون مریضه. خشم مراجعان از نبود دارو در میانه بحران کرونا. وزارت بهداشت میگوید این بیماری 107 کشته به جا گذاشته و بیش از 3500 نفر را آلوده کرده. بیش از 700 نفر هم بهبود یافتند. با این حال خبرگزاری جمهوری اسلامی آمار دیگری ارائه داده. به گفته ایرنا شمار جان باختگان 126 نفر بوده، آن هم بدون احتساب آمار گیلان و تهران که در کنار قم و اصفهان مهدی شادنوش نماینده وزیر بهداشت وخیم است. افرادی هستند که طی مدت زمان کوتاهی پدر، مادر و عزیزان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند و هم اکنون عزیز دیگری را در بیمارستان دارند. این تصاویری است که پیشتر از انبوه اجساد در غسالخانه‌ای در قم منتشر شد، هرچند که معلوم نیست مرگ این افراد در اثر کرونا بوده باشد. و این هشدار عبدالکریم حسینزاده نماینده مجلس. تلمبار شدن اجساد در درماندگی مردم رشت گواه ناکارآمدی های صورت گرفته در این اطلاع رسانی و هشدار به موقع کرونا است. شهرها را که قرنطینه نکردید، حالا که در پیک زمان شیوع هستیم دست کم قرنطینه خانگی در قم و رشت را الزامی کنید تا در تعداد کشته شدگان رکورددار جهانی نشده ایم. با گسترش ویروس به تقریبا همه استان‌های ایران به نظر می‌رسد دولت خود را برای مبارزه طولانی آماده می‌کند. سعید نمکی وزیر بهداشت. مصوبات دیگری که داشتیم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها بود تا پایان سال. تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه مساوی نباشد با افزایش سفرها. دولت ایران برخلاف دیگر کشورهای درگیر این بیماری از قرنطینه کردن شهرهای آلوده خودداری کرده و اصرار دارد که مردم خود مسافرت نکنند. سفر واقعا کار خطرناکی است، چه آنهایی که از منطقه آلوده به منطقه غیر آلوده میرن و چه عزیزانی که از منطقه غیر آلوده به خط قرمزهای منطقه آلوده پا میگذارن. وزیر بهداشت هشدار داد نظارت بیشتری بر رفت و آمدها خواهد شد. به شدت عیاب و ذهاب ها رو کنترل کنیم. ما در ورودی و خروجی شهرها اگر به مواردی از مسافرین مشکوک یا آلوده پی ببریم قطعا اینها رو به قرنطینه خواهیم برد و با عرض معذرت 14 روز در شرایط قرنطینه نگه خواهیم داشت. آن سوی شهر حسن روحانی رئیس جمهوری مانند مقام‌های دیگر دستکش به دست به مناسبت روز درختکاری نهالی کشت. او در جلسه هیئت دولت از نیاز به سرگرم کردن مردمی گفت که به دلیل شیوع کرونا خانه نشین شدند. برنامه‌های شادتری رو در صدا و سیما برای مردم ارائه بشه. همه هنرمندهای ما تو فضای مجازی بیان. اینجا فاز 224 کنگان. اما بعضی که مجبورند همچنان در محل کار حضور داشته باشند از شرایط بهداشتی ناراضی هستند. بهداشتی برای مقابله با کرونا رو نداریم. نه ماسکی میدن نه ماده ضد عفونی. ورودی بازار امام رضا را مشاهده میکنید که زیارتگاه ها در شهرهای مذهبی همچنان باز است، اما به نظر میرسد بسیاری از حضور در چنین مکان های شلوغی خودداری میکنند. که میبینید گل مغازه های بازار امام رضا است، اکثرا تعطیل. در حفاظ اما دست کم در این تصاویر صدای پای کرونا پشت نوای موسیقی به نظر پنهان میرسد. باران عباسی گزارش می‌داد. اما شیوع کرونا در کنار بحران بهداشتی که در جهان ایجاد کرده مشکلات دیگری هم برای جوامع به وجود آورده که عمدتاً ریشه روانی دارند.
از جمله هجوم به فروشگاه‌ها برای انبار کردن کالاهای مختلف مثل مواد ضد عفونی کننده یا حتی کاغذ توالت، انتشار شایعات و تئوری‌های توطئه‌ای مختلف و همینطور برخوردهای نژادپرستانه و یا خارجی ستیزی که نمونه آن برخوردهای بد با شهروندان خاور دور است. برای بررسی بیشتر این جوانب دکتر فهیمه روانجی، روانشناس و محقق بخش روانپزشکی اجتماعی و بین فرهنگی در دانشگاه مکگیل کانادا از مونترال به برنامه ما پیوستند. خانم میانجی خوش آمدید به برنامه. در مورد نگرانی های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا در روزهای اخیر زیاد شنیدیم، اما چقدر باید نگران پیامدهای روانی این بحران بود؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. جای نگرانی هست برای پیامدهای روانی این بحرانی که مردم باش مواجه هستند، به خصوص در ایران در شرایط فعلی که داره خیلی طولانی هم میشه، دوره که افراد با استراب و ترس ناشی از دست دادن کنترل روی سلامتشون باش مواجه هستند. به هر حال هرچقدر این طولانی تر بشه، مدیریت اون استراب و مدیریت اون ترس سخت‌تر میشه و امکان اینی که اون استراب و ترس که در یه سطحی میتونه سازگارانه باشه و به رفتارهای محافظتی منجر بشه میتونه جاش رو به هراس یا اون پانیک شدن بده یا اون رفتارهایی که بهش اشاره کردید، مثل اینه که بخوان خیلی برن وسایلی رو بخرن که اصلا ممکنه مورد نیازشون هم نباشه، ولی به نوعی یه جور وحشتی رو هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی داشته باشن که اگر ادامه پیدا کنه هم میتونه به سیستم ایمنیشون صدمه بزنه، چون استراب و استرس به کارکرد سیستم ایمنی میتونه صدمه بزنه و همچنین بعد یه مدتی ممکنه دچار یک جور کرخی یا ناامیدی بشن که خب اون هم میتونه پیامدهای خودش رو داشته باشه. خانم میانجی، حالا هر جامعه ای هم شرایط خاص خودش رو داره. الان مثلا در ایران شاهد یک نوع بی‌اعتمادی بین مردم و مقامات هستیم به دلیل مثلا آمار زد و نقیزی که در مورد مبتلایان و همینطور مرگ و میر در این کشور منتشر شده و این بی‌اعتمادی به هر حال میتونه به نگرانی‌های روانی دامن بزنه. کاملا درسته. بخش بزرگی از مشکلی که الان وجود داره و اینی که مردم در ایران احساس وحشت بیش از حد یا احساس عدم کنترل رو دارن به همین برمیگرده که وقتی که یه بحرانی وجود داره، وقتی یک خطری وجود داره، برای اینی که بتونه فرد از اون خطر رو ارزیابی کنه که به دنبالش بتونه مدیریت کنه اون خطر رو، نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و تخصصی داره. منتها به خاطر دروغ‌های خیلی متمالی طولانی مدت، سالها، دهه‌ها دروغ‌هایی که حکومت ایران، دولت ایران چه در سطح سیاست‌گذاری یا در سطح حکومتی گفتن، چه در سطح در واقع تخصصی و دانشگاهی مجاب می‌کنن دانشگاهی‌ها و متخصصین رو که حرفشون رو عوض کنن یا به مطابق میل در واقع حکومت اطلاعاتی که خودشون میدن رو تحریف کنن، همه اینها باعث میشه که اون دسترسی به اطلاعات صحیح و دسترسی به واقعیت که کمک میتونه بکنه به افراد که بتونن یه تحلیل منطقی از شرایط و از خطر داشته باشن و به دنبالش یک رفتار منطقی برای محافظت از خودشون داشته باشن، همه اینها دچار خلل میشه و این یه شرایط بسیار سختیه. بخاطر اینکه اگر توی کشوری مثل ایران که رسانه آزاد وجود نداره، که آزادی بیان برای دانشگاهیان هم وجود نداره و تکلیف حکومت و دولت هم که به خاطر دروغگویی خیلی شفاف و خیلی طولانی مدت روشنه، اینجا شاید بر مردم خیلی سخت میشه اینی که بتونن تشخیص بدن که از چه منبعی باید اطلاعاتی رو بگیرن که اون اطلاعات رو بتونن بهش اتکا کنن و بتونن از طریق اون یه تحلیل منطقی داشته باشن به خودشون کمک کنن.
ممنون از فهیمه روانمیانجی، روانشناس و محقق بخش روانپزشکی اجتماعی و بین فرهنگی در دانشگاه مکگیل کانادا. اما دغدغه ها و نگرانی های شما در مورد شیوع کرونا چیست؟ پیام ها و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. بی بی سی شما در تلگرام و پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و ما حالا بشنویم از نشست اوپک در وین که آن هم تحت شعاع بحران شیوع کرونا قرار گرفته. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک به توافقی اولیه رسیدند تا تولید نفت خود را 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش بدهند. در هفته‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا قیمت جهانی نفت کاهش قابل توجهی داشته و صادرکنندگان امیدوارند با کم کردن عرضه جلوی افت بیشتر قیمت نفت را بگیرند. سه ماه پیش اعضای اوپک و صادرکنندگان دیگر نفت به رهبری روسیه نتوانستند درباره سقف تولید به توافق دراز مدت برسند و به همین خاطر این نشست فوق‌العاده را برگزار کردند. برای اطلاع بیشتر از این خبر گفتگویی داشتم با بهرنگ تاجدین، همکارم که برای پوشش نشست اوپک به وین سفر کرده. اون نخست از تأثیر بحران جهانی شیوع کرونا بر این نشست برایم گفت. برخلاف نشست‌های قبلی، خبرنگاران رو به ساختمان دبیرخونه این سازمان راه ندادند. این چیزی بود که از قبل از شروع نشست هم می‌دونستیم. ولی در کنار این، اوپک حتی یک بهیار گذاشته بود از صلیب سرخ جهانی دم در که چک کنه تک تک اعضای هیئت‌های کشورهای مختلف، چه وزیر، چه معاونان و دستیاران وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک رو که تب نداشته باشن یا نشانه‌های دیگه ابتلا به ویروس کرونا رو نداشته باشن. و بعد در شروع نشست وزرای اوپک هم دیدیم که پزشک اوپک اومد به وزرا و بقیه اعضای هیئت‌های نمایندگی توصیه کرد که با هم دست ندن، همدیگر رو بغل نکنن و نشست رو هم خیلی زود تموم کنن. خب از تأثیر کرونا روی این نشست شنیدیم، روی قیمت نفت چه تأثیری داشته؟ ببین، چیزی که ما دیدیم اینه که همزمان با این بالا گرفتن بحران کرونا، قیمت جهانی نفت هم کاهش پیدا کرده. دو ماه پیش قیمت سبد نفتی اوپک حدود بشکه 70 دلار بود، اما در این دو ماه به نزدیکی 50 دلار رسیده. چرا؟ به خاطر اینکه تقاضا برای نفت خام و مخصوصا فرآورده‌های نفتی کم شده. می‌بینیم که خیلی از شرکت‌های هواپیمایی در گوشه و کنار دنیا، حتی جاهایی که خیلی با بحران کرونا مواجه نیستن، مجبور شدن پروازها رو لغو کنن، یا اون پروازهایی که انجام میشه هم با مسافر کمتری انجام میشه. در نتیجه مصرف سوخت هواپیماها پایین اومده. پایین اومدن تقاضا برای فرآورده‌های مثل سوخت هواپیما باعث میشه تقاضا برای نفت خام کم بشه، و وقتی تقاضا برای نفت خام کم میشه و عرضه پایین نمیاد، قیمت جهانی هم به تب پایین میاد. این چیزیه که کشورهای اوپک رو به شدت نگران کرده بود و باعث شد که این تصمیم رو بگیرن و این پیشنهاد رو بدن به نشست، در واقع به کشورهای عضو و غیر عضو اوپک که قرار جمعه صبح نشستشون شروع بشه، که تولید این کشورها روی هم 1.5 میلیون بشکه کم بشه. به معنی اینکه اعضای اوپک به استثنای ایران و ونزوئلا که به خاطر تحریم‌های آمریکا تولیدشون خیلی پایین‌تر از سهمیه‌شونه، اینها 1 میلیون بشکه در روز تولیدشون رو کم کنن و کشورهای غیر عضو هم 500 هزار بشکه در روز تولیدشون رو کم کنن. این کاهش 1.5 میلیون بشکه تولید نفت این کشورهای صادرکننده برای بالا بردن قیمت نفت نیست، شاید بیشتر از هر چیزی برای جلوگیری از پایین تر اومدن قیمت نفت باشه. خب بهرنگ، این توافقی که دیروز به دست اومد کی و چطور میتونه اجرایی بشه؟ تصمیم یا پیشنهاد وزیران کشورهای عضو اوپک به تأیید نهایی این
اوپک پلاس، این مجموعه کشورهای اوپک و غیر اوپک احتیاج داره. ببین از چند سال پیش حدود 10 کشور غیر عضو اوپک که نفت صادر میکنن یا تولید کننده های بزرگی هستن به رهبری روسیه اومدن یک منشور همکاری با اوپک امضا کردن که اینها در واقع تولیدشون رو با هم هماهنگ کنن، اینجوری نشه که اوپک تولیدش رو پایین بیاره اینا ببرن بالا و در نهایت هیچ تأثیری نداشته باشه. ولی اتفاقی که در عمل افتاده اینه که میبینیم که هر تصمیمی احتیاج به تایید روسیه داره. وزیر انرژی روسیه که از چهارشنبه در وین بود برای اجلاس مقدماتی قبل از شروع نشست اوپک، به در واقع پنجشنبه به مسکو برگشت که با مقام‌های دیگه دولت روسیه رایزنی کنه و انتظار داریم که جمعه صبح دوباره اینجا به وین بیاد و در نشست شرکت کنه. روسیه در روزهای گذشته نشون داده که خیلی تمایلی به این کاهش قابل توجه تولید نداره، ولی خب در دفعه های قبلی نشست های اوپک و غیر اوپک دیدیم که در نهایت کشورها تونستن روسیه رو قانع بکنن و همون پیشنهاد تصویب شده. ولی خب به نظر میاد اتفاقی که جمعه میفته اینه که در نهایت یک کاهش تولیدی تصویب میشه. مسئله مهم اینه که آیا روسیه با کاهش در این سطح موافقت میکنه یا نه. با همکارم بهرنگ تاجدین گفتگو میکردم که برای پوشش نشست اوپک به وین سفر کرده. و اما حالا از دنیای خبر و سیاست دور بشیم، نگاهی به مجلات چاپ ایران بیاندازیم، همراه با مسعود بهنود. بررسی مجلات این هفته رو در این بخش اختصاص بدیم به نگاه نو، ماهنامه‌ای که الان یه ذره با تأخیر منتشر شده و آخرین شماره سال هست، و همینطور همشهری جوان که هفته نامه سال به موقع منتشر شده. نگاه نو شماره 124 خودش رو یک کار ابتکاری به کار برده، به این معنی که شماره رو سپرده به موضوع زنان ایران، ویژه آثار اونها، و همجد سپرده دست خانم ها. و باور نکردنی است که نگاه نو که همیشه آقای میرزایی توش چیز می نوشته و مدیر و خودش مصاحبه میکرده و چه و چه، این دفعه سپرده شده به خانم ها و آثاری از سحر آزاد، جاله آموزگار، ابراهیم پور، فرزانه ابراهیم زاده، لیلی امیر ارجمند، نمیتونم همه اسما رو با هم بخونم چون نزدیک 50 تا اسمه، و بسیار ترکیب فوق العاده شده، به طوری که خود سردبیر رو، خود آقای میرزایی بسیار به شوق آورده. اون اول نوشته سال ترخ، سال رویدادهای غم انگیز، سال وقوع حوادث حیرت انگیز، سالی که سالها باید بگذره تا به یادمانده هاش از یادها بره، آخرین روزاش رو میگذرونیم، هر بلا و مصیبتی که ممکنه در این یک سال بر سر ملتی بیاد بر سر ما اومد، آخراش هم دیگه همین FATF و کرونا و ایناست، ممکنه سومی چهارمی هم در راه باشه، سیل و زلزله و اینا در غرب کشور و همین چیزای دیگه به حال اتفاق افتاد. اما نگاه نو یک سال دیگه هم دوام آورد، سخت گذشت ولی گذشت در سال 98، با وجود کوچک شدن سفره‌های مردم و سبدهای هزینه‌های خانوار که دیگه جایی برای خرید محصولات فرهنگی باقی نمیگذاره، مجبور به کاهش شمارگان نشدیم و این برایند دلبستگی گسست‌ناپذیر همکاران فرهیخته و تراز اول این مجله با خوانندگانش است و همکاری بی مزد و منت نویسندگان. خب پس بنابراین بعد از مدت‌های خبر خوشی هم اومدش و شروع شده است مجله با همونطور که گفتم با خانم ها و تموم می شود با خانم ها. بنابراین اولینش رو که مناسبت نوروز هست، جشن طبیعت، و چه کسی بهتر از خانم جاله آموزگار، استاد فرهنگ و زبان باستانی مشهور. بعد از اون هستش که اون وقت امیلی امرایی می نویسه ادای دین به زنان ایران و اونجا حرف می زنه راجع به این که در ایران زمین از اون زمان که زنانی اولین حرکت‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه را آغاز کردند، در جنبش‌های اجتماعی دوشادوش مردها بودند و به همین جهت می‌تونیم بیایم و بگردیم و گشته‌ایم و 25 زن رو انتخاب کرده‌ایم که انتخابی هستند، و اولینش محلقای ملاح و بعد از ایشون به خانم نوشاورین انصاری در زمینه کتاب کودک. می‌دونید درباره کی صحبت می‌کنم؟ خود خانم آموزگار که صحبت از مقاله‌شون کردیم، ایران در رو دیر نقاش که می‌شناسیم، خانم هورا یا
یادآوری و هر کدوم از این نوشته ها رو مثل گلی ترقی بعدی رو همه یکی از روزنامه‌نویسی‌ها یا نویسندگان خانم نوشته، درباره رخشان بنی اعتماد، درباره سیمین معتمد آریا، مریم زندی و این مجموعه همینطور ادامه پیدا می‌کنه، همونطور که گفته بود 25 تا نغمه ثمینی و هر کدوم رو یکی از نسل جدید نویسندگان نوشته و یک مجموعه بسیار پرباری شده است و بعد از اون است که آثار همین کسانی که معرفی شدن توسط همجنسای خودشون رو میخونیم در مجله شماره بسیار خوبی که شماره نوروزی نگاه نو بود. اما همشهری جوان هفته نامه است، به ورزش میپردازه، به هنر میپردازه، روی جلد خودش هم میده به آیشجریان. چرا آیشجریان؟ به خاطر اینکه در همون جا میگوید که ماه گذشته ماهی بودش که به دلیل انتشار یک خبر بد که صحیح هم نبود به سرعت تمام کشور در وجه ممکن به صدا در اومد، از بیرون و به خارج کشور هر جا که ایرانی بود به صدا در اومد و با هر پیامی که اومد آرام التهاب و چیز جدیدی نیست، همه باش روبرو هستیم. شجره موسیقی عنوانی است که در این بخش دادند به بخشی که به آیشجریان اختصاص داده. اول موضوع رو تعریف کردند که چرا سایه نوشته از سایه تهرانی، که چرا اصلا موضوع در این هفته مهم شد، و بعد نقل قولهایی از سایه، از شهرام ناظری، از آقای سراج، از آقای اصغر فرهادی، از محمد سریر، از آیدین آقداشلو درباره آیشجریان و آوازه و به این ترتیب مجله جوان فقط این بخش رو نداره بلکه بخش‌های دیگری داره. یک بخش مفصلی راجع به کرونا که شایسته هم هستش به دلیل جوان بودن، به دلیل اینکه جوان‌ها هم در تب و تاب فعلی سخت‌تر تو قرنطینه رفتنشون. درسته که اینطور که متخصصین میگن سالمندا مثل من در خطر بزرگتری هستند برای کرونا، ولی در این حال قرنطینه شدن سالمندان آسان‌تر هست در همه دنیا. با هم نگاهی گذرا کردیم به دو نشریه، نگاه نو و همشهری جوان. مسعود بهنود در نیمه دوم برنامه هم با مجلاتی دیگر از ایران با ما خواهد بود. فرصتی هست به سرخط اخبار نگاهی بیندازیم. رئیس سازمان جهانی بهداشت از نحوه مواجهه بعضی دولت‌های جهان در مقابله با ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده و گفته اقدامات این کشورها متناسب با وخامت اوضاع نبوده است. در منطقه خاورمیانه اسرائیل و مقامات فلسطینی پس از تایید 7 مورد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیت لحم این شهر را قرنطینه کردند. در ایران برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال تعطیل شدند. الیزابت وارن سناتور اهل ماساچوست و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب کنارگیری کرده است و دانشمندان میگویند اروپا گرمترین زمستان ثبت شده در تاریخ را سپری می‌کند. خب به میانه راه رسیدیم. در ادامه برنامه از توافقی می‌شنویم، توافق آتش‌بسی که در استان ادلب سوریه برقرار شده بعد از امضا شدن توافقی بین مسکو و آنکارا، و همینطور میشنویم از مخالفت ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید بازرسانش از 3 سایتی که مشکوک به ارتباط با فعالیت‌های اتمی اعلام نشده ایران است. گفتگویی در این مورد خواهیم داشت. مرور مجلات و اخبار ورزشی هم در ادامه برنامه خواهید شنید. این از دسامبر سال گذشته به دنبال توافقی که دیروز میان ترکیه و روسیه امضا شد، از چند ساعت پیش در استان ادلب در شمال سوریه آتش بس برقرار شده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید از ساعت 12 نیمه شب به وقت محلی آرامش نسبی برقرار شده. این توافق آتش بس توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترک او در مسکو امضا شد. دو طرف همچنین بر سر ایجاد یک کریدور امنیتی و گشت‌های مشترک در امتداد یکی از بزرگراه‌های ادلب توافق کردند. ادلب اخیراً زیر بمباران شدید نیروهای دولت سوریه و همپیمانان روسش بوده. درگیری نیروهای ترکیه با سوریه در این منطقه نگرانی از برخورد مستقیم ترکیه و روسیه را افزایش داده بود.
حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل ساکن ازمیر ترکیه، در مورد اهمیت این توافق بیشتر به من توضیح داد. از دسامبر سال گذشته تا همین امروز که آقای اردوغان و آقای پوتین دیدار کردن، ما شاهد پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بودیم در ادلب و در واقع اون در واقع منطقه حائلی که توافق شده بود و مرزهایی که تعیین شده بود در توافق سوچی به واسطه پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی عملا ملغا شده بود و از بین رفته بود و این باعث شده بود که ترکیه بخواد به دنبال یک راه حلی باشه، مضاف بر این که اساسا ترکیه به طور کلی با این پیشروی ها مخالف بوده، احساس خطر میکنه، چون در واقع این رو پرسش میکنه که چرا نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به طور مثال نزدیک مرزهای ترکیه به استان ادلب شدن. و مجموعه عوامل با توجه به اینکه در واقع عملا توافق سوچی که سال 2018 هم به طور کلی میشد گفتش که در واقع از بین رفته به نوعی به طور عملی، بنابراین به این لزوم دست به یک توافق جدید بین روسیه و ترکیه اهمیت بیشتری پیدا کرده بود و بنابراین به نظر میرسه که بر این حال هم ترکیه خیلی دستش باز نبود در ادلب، یعنی سعی کرد که تاکتیک افزایش تنش رو انجام بده. همونطور که اشاره کردی در سال 2018 هم ترکیه و روسیه یک توافق آتش‌بس امضا کردن که البته بارها و بارها نقض شد این توافق. بین اون توافق و این توافق جدید چه تفاوتی وجود داره؟ آیا میشه انتظار داشت که نتیجه متفاوتی ازش به دست بیاد؟ ببینید، من این نکته رو اشاره بکنم که تصور میکنم 6 ساعت در واقع مذاکره آقای اردوغان و آقای پوتین و اون هیئت‌های همراه روسیه و ترکیه عملا خروجی مطمئن و مشخصی که نداشته که بشه با تکیه بر اون یک ضمانتی برای کاهش خشونت ها و تنش ها در ادلب پیدا بکنه، یعنی هیچ گارانتی نداره که در واقع خشونت ها کاهش پیدا بکنه. البته حالا خیلی هم نمیشه بدبین بود، ولی واقعیت این هستش که حالا گفته شده که تمامی اقدامات از ساعت آغازین صبح امروز اقدامات نظامی باید متوقف بشه، یک کریدوری به عمق 6 کیلومتر در دو سوی جاده M4، یعنی 6 کیلومتر در شمالش و 6 کیلومتر در جنوب، مجموعا 12 کیلومتر ایجاد بشه، گشت‌های نظامی مشترکی رو ارتش ترکیه و ارتش سوریه در جاده این چهار داشته باشه. ولی نکات پر ابهام مثل همون توافق سوچی وجود داره، به طور مثال معلوم نیست سرنوشت پست‌های دیدبانی ارتش ترکیه که حدود 34 تا هستش چه خواهد شد، معلوم نیست آیا نیروی ارتش سوریه طبق اون خواسته ترکیه اینها برخواهند گشت به اون توافق مرزهای تعیین شده در توافق سوچی. و اینکه اساساً جالب هست اینکه ارتش سوریه گفته که ما این حق رو برای خودمون میدونیم که بخوایم نیروهای تحریر و شام و نیروهایی که تروریستی میدونه رو بهش حمله بکنیم. از طرف دیگه هم آقای اردوغان در کنفرانس خبری گفته که این حق رو هم ما محفوظ میدونیم برای خودمون که اگر ارتش سوریه به توافق صلح و توافق آتش بس پایبند نبود ما حمله بکنیم موازه سوریه. یعنی اصلا واقعا مشخص نیست این توافق صلح روی چه چیزی بوده و هیچ نقش راه مشخصی رو به ما نمیده در مسئله بحران ادلب. با این تفاصیل فکر میکنید میشه این توافق رو نشانه یک نوع سازش کوتاه مدت بین دو طرف دونست، یا اینکه نه یک در واقع شیفت و تغییر در سیاست هست؟ این فکر میکنم یک سازش خیلی کوتاه مدت و موقت هست، یک آتش بس بسیار شکننده هست، باز هم با قطعیت نمیشه گفت، ولی به گمان من این آتش بس اون چیزی که الان روندها این رو به ما میگه، اگر گذشته رو ما ملاک قرار بدیم تا به امروز، روند به ما اینو میگه که این هم یک آتش‌بس شکننده خواهد بود. گمان میکنم که یک رویه که وجود داره اینه که روسیه این رو درک کرده که ترکیه دیگه حمایت ناتو رو ممکنه نداشته باشه و این رو تحت فشار قرار داده ترکیه رو که در واقع ادلب رو ازش بگیره در نهایت، یعنی اینجا ترکیه عملا هیچ گزینه‌ای نخواهد داشت در ادلب و این هم بازیه به گمان من بازی روس‌ها هست، این تاکتیکی هستش که زمان می‌خرن، یک مدت تنش‌ها رو افزایش میدن، حمله می‌کنن و بعد برای اینکه ترکیه بتونه آبرومندانه به یک شکلی که در داخل هم متضرر نشه بهش اجازه تنفس میدن، یک توافقی رو میکنه با آقای اردوغان روسیه و بعد دوباره این روند تکرار میشه تدریجی ولی آهسته و پیوسته. ارتش سوریه و نیروهای روسیه و نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی سعی میکنن که در نهایت ادلب رو تصرف بکنن، ولی در این حال نمیاد روسیه خیلی ترکیه رو در گوشه رینگ قرار بده، چون میدونه که اگر ترکیه رو در گوشه رینگ قرار بده و خیلی بیش از حد بهش فشار بیاره ترکیه به سمت آمریکا و ناتو میره، ولی این رو ترکیه نمیخواد. یعنی در واقع با پنبه میشه گفتش که سعی میکنن که سر اون اقدامات ترکیه در ادلب رو در واقع روسیه بتونه ببره.
با حسین آقایی گفتگو میکردم، کارشناس روابط بین الملل ساکن ازمیر ترکیه. برنامه رو با خبری بین المللی در مورد ایران ادامه میدهیم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تهران را به نقض فاحش تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای متهم کرده و خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی شده. آقای پومپو که امروز راهی نیویورک و دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد است، از شورای امنیت این نهاد بین المللی خواسته تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود گفته ایران برخلاف تعهدات خود به بازرسان این نهاد اجازه بازرسی از سایت های تسلیحاتی خود را نداده. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. مایک پومپیو وزیر امور خارجه آمریکا که به تازگی از دوحه بازگشته، از ایران خواسته بلافاصله همکاریش را با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سر بگیرد. اشاره آقای پومپئو به یکی از دو گزارش تازه آژانس است که سه روز پیش گفته بود ایران حاضر نشده به بازرسان این نهاد اجازه دسترسی به سه مرکز اتمی خود را بدهد و برای روشن شدن ابهامات در ارتباط با سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده احتمالی همکاری نکرده. یکی از سایت‌های مشکوک در منطقه ترقوزآباد در نزدیکی تهران واقع است که سال گذشته بنیامین نتانیاهو از وجود یک انبار مخفی هسته‌ای در آن خبر داد، در حالی که مقامات ایرانی آن را یک محل غیر دولتی معرفی کردند. ایران که پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را پذیرفته، طبق تعهداتش موظف است تأسیسات و موقعیت‌هایی را که برای تولید و توسعه یا انبار مواد هسته‌ای استفاده می‌شود، به آژانس انرژی اتمی سازمان ملل اعلام کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس با درخواست این نهاد برای بازرسی از سایت‌های اتمی مشکوک مخالفت کرده و گفته ایران الزامی به ارائه اطلاعات در این زمینه ندارد. به گفته این مقام ایرانی، آژانس انرژی اتمی بین‌المللی برای درخواستش هیچ گونه استدلال حقوقی معتبری ارائه نکرده و این درخواست بر حسب ادعای حکومت اسرائیل و به واسطه عملیات مخفی به دست آمده. همزمان گزارشی در روزنامه واشنگتن پست که روز پنجشنبه منتشر شد از انتشار مجموعه مدارکی خبر داده که عمق و گستره تحقیقات هسته‌ای ایران را نشان می‌دهد. به گزارش این روزنامه، این مدارک که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دهه 90 است، نشان می‌دهد تهران آزمایش‌های متعدد و پیچیده هسته‌ای را در مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های مخفی انجام می‌داده و از جمله به دنبال بهترین مکان در خاک این کشور برای انجام اولین انفجار هسته‌ای آزمایشی خود بوده. واشنگتن پست می‌گوید این مدارک و اسناد 2 سال پیش توسط جاسوسان اسرائیلی از نقطه‌ای در تهران به سرقت رفته و جزئیات زیادی از طرح‌های ابتدایی ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای را ارائه می‌کند. مدارکی که از جمله تعدادی از مراکز تحقیقاتی و سایت‌های هسته‌ای ایران را مشخص کرده که پیش از این ایران درباره آنها هیچ اطلاعاتی را در اختیار آژانس نگذاشته بود. بخش دیگری نشان دهنده تلاش محققان ایرانی برای پیدا کردن محل مناسب بالقوه برای آزمایش اولین بمب هسته‌ای بعد از تولید است. بر اساس این مدارک، کویر لوت که یکی از گرمترین مناطق جهان و غیر قابل سکونت است، یکی از مناطق انتخاب شده برای این انفجار بوده. واشنگتن پست نوشته این مدارک مربوط به پیش از سال 2003 است و در این سال همزمان با حمله آمریکا به عراق، تهران این برنامه را متوقف کرده. اگرچه به گفته این روزنامه مشخص نیست این توقف مقطعی است یا دوباره از سر گرفته خواهد شد. مهنوش پورزیایی گزارش می‌داد. برای بررسی بیشتر این تحولات تازه مربوط به پرونده اتمی ایران در ارتباط مستقیم هستیم با شهیر شهید سالس که از کلگری کانادا به برنامه ما پیوستند. آقای شهید سالس، خوش آمدید به برنامه. ایران الان تحت فشاره که هم از طرف آژانس و هم آمریکا که اجازه بده بازرسان آژانس از 3 سایتی که زن آن میره ایران در آنها فعالیت هسته‌ای اعلام نشده داشته بازدید کنه، اما ایران تصریح کرده که چنین اجازه‌ای نخواهد داد و مدیر کل آژانس گفته که میتونه باعث بحران بشه. به نظر شما چقدر این اختلاف میتونه بحرانزا باشه؟ ببینید، من خیلی خلاصه بگم. مواد 74 تا 78 برجام در مورد دسترسی آژانس هستش به سایت های مشکوک. در اونجا گفته میشه که اگر اینها موردی داشته باشن و نگرانی داشته باشن با ایران در میون میذارن. اگر ایران نتونست این نگرانی رو برطرف بکنه،
بعد آژانس درخواست میکنه که وارد این سایت ها بشه و ایران 24 روز فرصت داره که وسایل ورود بازرسان آژانس رو مهیا بکنه. اگر چنین نشه، شورایی که 8 عضو داره و شورای مشترک هستش که البته 5 به اضافه 1 به اضافه نماینده اتحادیه اروپا به اضافه ایران هستن، اینها به اکثریت آرا رأی میدن که تصمیم گیری میکنن و از چجوری بشه. این میتونه تا حتی کشیده شدن 2 مرتبه پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پیش بره. بنابراین به طور بالقوه این احتمال هستش که، چون میفرمایی بحرانی تا چقدر میتونه بشه، این احتمال هستش به طور بالقوه که کار حتی 2 مرتبه به شورای امنیت کشیده بشه اگر ایران پافشاری بکنه. اما نظر من این هستش، برای اینکه این وضعیتی که الان پیش اومده، این سایت هایی که الان مورد بحثه، حتی امروز متخصصینی مثل آقای درول کمبل که مدیر اتحادیه خلسلا هستش گفته اینا مربوط به قبل از سال 2004 هستش، مناطق متروکه هستش و زیاد مهم نیستش، به نظر من اروپایی ها این کار رو نخواهند کرد که اینقدر این مسئله رو بحرانی کنه. ما باید توجه داشته باشیم آقای رافائل گروسی که ریاست آژانس رو بر عهده داره، از کشوری میادش، از آرژانتین میاد، که وضع جو سیاسی در آرژانتین خیلی مخالف ایران هستش، به خصوص بعد از اون جریان بمب‌گذاری. بنابراین به نظر من ممکنه از این مسائل باز هم دیده بشه، ولی بحرانی شدنش به اون حد که بره شورای امنیت به نظر من زیاد محتمل نیست. خب به هر حال اینطور که اشاره کردید، مخالفت ایران با این بازدیدهای بازرسان آژانس میتونه هزینه داشته باشه برای جمهوری اسلامی. چرا ایران اینقدر مصرانه روی موضعش پافشاری میکنه؟ ببینید، اولا اگر ایران این رو بپذیره و الان اجازه بده که از این سایت ها بازدید بشه، با توجه به اینکه این سایت ها به هر صورت، میگم متخصصین هم میگن که سایت های متروکه هستش، مال گذشته هستش، سر این قضیه ممکنه باز بشه، فردا آژانس بخوادش بره وارد سایت های نظامی بشه که دیگه اون خیلی برای ایران حساسیت داره. بنابراین به نظر من میخواد این مسئله رو در نطفه ایران خفه کنه. این یه مسئله است. مسئله دیگه این که ایران به هر صورت الان زیر تحریم های آمریکاست، چه انگیزه ای داره که بیاد همکاری بکنه؟ همکاری ایران چه فایده ای داره؟ به هر صورت تحریم های آمریکا اونجا هستش و به شدت اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داده. و به نظر من از طرف دیگه اگر هم اجازه بده که اینها وارد بشن، یه اشکال عمده‌ای که ممکنه پیدا بشه اینه که 2 مرتبه یک اعتبار ایران لطمه خیلی جدی بخوره، برای اینکه به هر صورت این سایت ها رو قایم کرده بوده، پنهان کرده بوده. این حرفی هم که ایران میزنه که اسرائیل این مسائل رو به وجود آورده، این حرف به نظر من زیاد مسموم نیست، برای اینکه موضوع نتنز رو هم اونجوری که حالا به هر صورت میدونیم که سازمان مجاهدین خلق اعلام کردش، ولی خیلی ها میگن که اطلاعاتش از طریق اسرائیل رفته و از وجود نتنز هیچ کس اطلاع نداره. برای این حرف ایران هم زیاد به نظر من پایه و اساسی نداره. خب به این ترتیب شما دورنمای این قضیه رو چه شکلی میبینید؟ فکر میکنید که الان ایران روی موضعش داره پافشاری میکنه، آژانس فشار میاره، از اون طرف آمریکا الان گفته که این تحریم تسلیحاتی ایران باید تمدید بشه، فشارها داره روی ایران اضافه میشه؟ به نظر من ایران هیچ عقب نشینی تا زمان انتخابات امریکا نخواهد کردش، برای اینکه تمام کاندیداهای دموکرات گفته بودن که برجام رو 2 مرتبه برمیگردونن، تحریم ها رو هم به حالت تعلیق در میارن. بنابراین ایران به نظر من صبر خواهد کرد، هرچند که ما نمیدونیم الان تا چه حد ایران زیر فشاره، ولی به نظر من منطقا ایران باید صبر کنه ببینه نتیجه انتخابات امریکا چی از آب در میادش، و تا اون موقع به نظر من هیچ نوع سازش و عقب نشینی ایران نخواهد کرد. ممنون از شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که از کلگری کانادا با ما صحبت می‌کردند. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می‌توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید.
از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. خب فرصتی هست که بعضی از پیام‌هایی که در طول برنامه به دستمون رسیده براتون بخونم. یکی از شنوندگان علیرضا نوشته که در وضعیتی که مردم جهان برای جانشان از خودگذشتگی و تلاش میکنند، در اینجا بعضی ها دارند با کم‌فروشی و احتکار در حال میلیونر شدن هستند. تصور این را بکنید که چند روز گذشته برای تهیه الکل به هر داروخانه‌ای سر زدن وجود نداشت، تا اینکه شب گذشته با واسطه از یک سوپر نیم بطری آن را 90 هزار تومان خریدم و به خوشحالی به خانه رفتم و قصد رقیق شدن آن را داشتم که متوجه شدم تهیه کننده با بی‌انصافی رمق آن را گرفته و تا حدی رقیق است که پنبه آغشته به آن به زحمت روشن می شود. این پیام علیرضا بود در تلگرام و یکی از شنوندگان با شناسه H در تلگرام نوشته که در خصوص بیماری کرونا، چنانچه مسئولین وزارت بهداشت در ورودی شهرها اقدام به نمونه‌گیری و تب‌سنجی افراد نکنند، تمام شهرها با بحران حیاتی مواجه خواهد شد و شاهد مرگ و میر زیادی خواهیم بود. این پیام رمزجو بود و در میان پیام‌های دیگه اجازه بدید ببینم. خب این فکر می‌کنم پیام‌هایی بود که فعلا داشتیم. سعی بزنیم به دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز رو علی آخوندان تهیه کرده. خبرهای ورزشی رو با اعلامیه در واقع ستاد مقابله با کرونا در ورزش شروع می‌کنیم که این ستاد دیروز اعلام کرد در ایران تا پایان سال 98 تمام اماکن و باشگاه‌های ورزشی، مسابقات، لیگ‌های مختلف و تمرینات ورزشی باشگاه‌ها در سراسر ایران برای مقابله با ویروس جدید کرونا ممنوع و گفتن که هر گونه اقدام خلاف این عمل در واقع باش برخورد میشه. به این ترتیب اردوی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی هم که با اصرار فدراسیون قرار بود شنبه آغاز بشه لغو شد. پیروز فدراسیون فوتبال گفته بودش که کلیه مسابقات لغو میشه و آغاز فوتبال میشه از 14 فروردین 1399. یک خبری هم از دنیای هنرهای رزمی میدونم داری برامون، مجروح شدن کاراتکای ایرانی. از جزئیات خبر بگو. دیروز حمید عباس‌علی کاراتکایی که در واقع میشه گفت به طرز دراماتیک 5 پیش در مسابقات کاراته وان اتریش هم مدال طلا رو گرفت و هم سهمیه المپیک توکیو رو پاشو جراحی کرد. پای خانم عباس‌علی در مسابقه فینال به شدت بسته بود، خیلی سخت مسابقه تونست به پایان برسونه. پزشک معالجش گفت جراحی روی قسمت آسیب دیدش با موفقیت انجام شد و ربات ACLش به طور کامل پاره شده بود، اما بقیه پاش مشکلی نداشت. به گفته پزشک معالجش در حالت معمولی این مصدومه که 6 به زمان نیاز داشت تا بهبود پیدا کنه، ولی با روشی که پزشکای سوئیسی به کار بردن کل ربات ACL رو ترمیم کردن و امروز هم قراره که از بیمارستان مرخص بشه و از 2 روز دیگه هم بدنسازی و در واقع ریکاوری خودش رو شروع میکنه. در نهایت بریم سراغ خبر عجیبی که دیروز مخابره شد، دستگیر شدن رونالدینیو در پاراگوئه. ماجرا از چه قرار بود؟ رونالدینیو فوق ستاره پیشین فوتبال برزیل و بارسلون در پاراگوئه به دلیل استفاده از پاسپورت جعلی هنگام ورود به این کشور دستگیر شد توسط پلیس. پلیس اتاق این ستاره رو که همراه با برادرش هم بود در هتل بازرسی کرد. رونالدی برای تبلیغ یک کتاب و همچنین کمپین برای کودکان محروم وارد پاراگوئه شده بود، اما دلیل اینکه از پاسپورت تقلبی استفاده کرده اینه که در ژوئیه 2019 گفته شد که گذرنامه برزیل و همچنین اسپانیایی فوق ستاره به دلیل بدهی مالیاتی، جریمه‌های پرداخت نشده و ساخت و ساز در مناطق حفاظت شده
طبیعی توقیف شده بود. خب رونالدینیو رو کمتر کسی هست که نشناسه، فوق ستاره تکنیکی، الان 39 سالشه و دوبار در سالهای 2004 2005 مرد سال فوتبال دنیا شد. در سال 2002 هم در کنار فوق ستاره مثل رونالدو و ریوالدو قهرمان جام جهانی شد و در بارسلونا هم که یک دوران طلایی داشت و کمتر کسی هست که اون دوره فوتبال رو ببینه و در واقع مسحور اون زیبایی این ستاره تکنیکی برزیلی نشده باشه. و حالا نوبت میرسه به بخش دوم مرور مجلات چاپ ایران در گفتگو با مسعود بهنود. دومین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به شیوه و دریچه، دو تا نشریه فصلنامه‌ای معتبر. و متاسفم که باید با خبر بد همراه کنم این شروع رو، چرا که این هر دو نشریه معتبر دارن خبر بدی ما میدن. شیوه هشتمین شمارش در اومده، نشریه است که متعلق است به خانه هنرمندان، به سردبیری آقای حسینی در میاد و طبیعتاً صاحب امتیازش خود خانه هنرمندان هست که به هر حال یک نهاد شناخته شده است. روی جلدش محمد رضا اصلانی فیلمساز معتبر و متفکر هستش، به مناسبت اینکه یک مصاحبه‌ای با او میشه و بعد هم همینطور مصاحبه با هوتن شکیبا، با دیگران، با آقای حسینی و بقیه تو زمینه‌های مختلف هنری، آنچنان که از اسم خانه سینما برمیاد و از عنوانش مایه میگیره، به همه این رشته‌ها پرداخته شده به یه نوعی. اما اون چیزی که شاید بشه که تأسف ما رو بیان بکنه، اون چیزی که در ابتدا میاد، 20 سال آگاهی، 20 سال پاتوق هنرمندان کشور، امسال 20مین سال تأسیس خانه هنرمندان هست. خانه هنرمندان کجا بود؟ در مقدمه همین مطلب میخونیم که شاید فیشر، باغبان اتریشی کامران میرزای پسر ناصرالدین شاه که حاکم تهران بود، وقتی که قرار شد بیاد یه باغی رو بسازه و اون باغ بعدن شد فیشر آباد در ایران و در جنگ جهانی دوم شد انبار مهمات و سربازخانه متفقین و بعد از اون اتفاقات دیگه ای توش افتاد، از جمله مدتی زندان شد و اینای بخشش البته، و بالاخره در سال 78 به همت جمعی از هنرمندان اینجا شد یک مرکز جا افتاده خانه هنرمندان. الان خانه هنرمندان 20 سالش شده، جا داشت جشن بگیره، ولی در همون اول کار کسانی یاد میکنن از این موضوع. در بین افرادی که یاد میکنن از جمله هستند کسانی مثل رئیس فعلی خانه هنرمندان و در بین نوشته های اونها ما میخونیم که احتمال میدن که این آخرین شماره نشریه شیوه باشه. بسیار غم انگیزه وقتی که یک عده علاقمند که 20 سال یک موضوع رو، البته مجله 20 سال عمرش نیست، خانه هنرمندان دارم عرض میکنم، 20 سال بوده و حاصل این 20 سال شده است یک نشریه، اونم نشریه به این خوبی که شیوه هست، یک نشریه کاملا آبرومند که اصلا شباهتی به نشریات فارسی نمیبره، و این رو به عنوان هنرش نمیگم، به عنوان مشخصش عرض میکنم. آدمای مختلفی تو زمینه‌های مختلف کار هنری که خانه هنرمندان بهش میپردازه ازش یاد کردن، حرف زدن و گفتن، تا بالاخره رسیده به این خبر بعدی که به شما میدم که این شماره با تأسف آخرین شماره است. ولی پیشنهاد میکنم که این آخرین شماره دست ندین، به خصوص مصاحبه آقای اصلانی رو. اما نشریه دومی که عرض کردم، یعنی دریچه، که فصلنامه فرهنگ اجتماعی اقتصادی هستش و سال 14 که منتشر میشه، این نشریه در اصفهان پایگاهش هست و افراد بسیار معتبری، آقای حسن ملایی مدیر مسئول بود از دکتر جعفری جانشین ایشون، مجید زهداب سردبیر و شورای نویسندگان، همه آدم‌های صاحب نام و نشریه‌ای که با خون دل به هر حال همین سال‌ها بوده است. اما این همه رو گفتم که بعد اون دوبو میرم بگم. مجید زهتاب نوشته ردیف کردن سیاهی مشکلات جز اینکه بر ملال میافزاید گره ای نخواهد گشود. از آنچه که این سالها بر کشور و اقتصاد و ما که مطبوعات باشیم رفته، همگان با خبریم. گویا در این گریوه ما هم به پایان راه نزدیک شدیم و به گمانم این آخرین دریچه‌ای باشد که گشوده خواهد شد. این چیزیست که سردبیر می نویسه و بعد مدیر هم همین ادامه میده. مجله مثل همیشه خودش به مسائل اقتصادی و فرهنگی بیشتر می پردازه، اما در این شماره به خصوص تأکیدش هست بر یک ارجمند آدمیزادی که در مقدمه هم آقای زهتاب دربارش صحبت میکنه و اون هم کسیست که بسیار از او به عنوان یک استاد نامدار، استاد محمدعلی دادور یاد میشه، که به عنوان فرهاد میشناسیم ایشون رو. یه مصاحبه مفصل و شناسایی های مفصل، سال شماری کارهایی که کرده است و همینطور یک گفتگو بلندی که احسان نوری کرد با ایشون و
شکفتن گل شعر از نسیم فرهاد است. این یه شعریست که آقای عندلیب ساخته بود در مورد ایشون. به هر حال این شماره در حالی که شماره آخریست با تأسف بسیار، و باید گفتش که این دو نشریه ای که ازش یاد کردیم، هر دو، یکی نشریه خانه هنرمندان و یک شیوه یعنی و یکی هم دریچه که اصفهان و اصفهانی ها اونجا از بهترین مقالات آدم های نامدار فعلی اصفهان رو در اونجا خوندیم، به خصوص زمینه های اقتصاد و دلسوزی های متعدد و در این حال جسارت و خطرپذیری های متعدد، و تعطیل هر دوی این نشریات ضایعه بزرگی است برای مطبوعات کشور. با هم نگاه گذرا کردیم به دو تا نشریه، شیوه و دریچه. مسعود بهنود مجلات چاپ ایران رو ورق می‌زد. به این ترتیب به پایان این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز رسیدیم. با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر برای ساعت دوم چشم‌انداز بامدادی.